سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز هم استریم در مورد کانترکت و نت و در انتهاش در لینوکس ام آره ام من خیلی با موضوع شبکه و لینوکس حال میکنم یعنی هر چی که به شبکه دار داشته باشه و لینوکس باشه خیلی باش حال میکنم ام و این قسمت سیستم و کلا شبکه است که احساس میکنم خیلی درکش نمیکنن خب یعنی م... وقتی که مثلا یه سیستم داری تو خونتون یه لپتاپی دارین یه گوشی دارین تو خونتون و اون به یه روتر خونه وصله ام... خیلی ها نمیدونن که چجوری مثلا وقتی که اون ارتباطی که برقرار میشه پکت هایی که ارسال میشه از دستگاهتون وقتی که به روتر میره بعدش میره به سمت یه سایتی چجوری وقتی که جوابش یعنی نتیجه اون درخواست برمیگرده چی... روتر از کجا میدونه به کدوم دستگاه برسونتش و این سوال خیلی خوبیه اگه برای کسی سوال پیش اومده و میگن یه اسمی داریم براش برای این سیستم در لینوکس که این کار میتونه بکنه چون اکثر روترهایی که تو خونه هاتون هستش لینوکس هم و اگر روتر خونه باشه و لینوکس کانترکت داره و کانترکت هم یه جورایی به نت کمک میکنه که نت یک چیزی که الان توضیح میدم خب از همین الان استریم شروع کنیم پس Um, net but I look Bob or Nat we'll should look Nat, NAT, what is? NAT Network Address. translation خب oh. که okay, میشه مثلا این بالاش میذارم نت نت oh. میشه network address translation پس یعنی چی؟ چیکار چی میکنه؟ یعنی آدرس های پکت های شبکه رو تبدیل میکنه به یه چیز دیگه یعنی از یه چیز دیگه. یه آدرس به یه آدرس دیگه تبدیلش میکنه چرا حالا باید این کار رو بکنم؟ خیلی دلیل های دست مثلا یه پکت میاد برای سیستمتون و میخواین که به جای اینکه فلان پورت رو یا آی پی رو داشته باشه تغییرش بدین قبل از اینکه برسه به پروگرام یا قبل از اینکه روت بشه که توی روترها از همین استفاده میکنن برای اینکه چند تا دستگاه تو دستگاه تو خونه بتونن پشت یک آی پی پابلیک قرار بگیرن حالا آی پی و پورت چه شکلیه بذار یه هدر خیلی ساده براتون بکشم این هدر کامل UDP یا تی نیست ولی آه... م... کار انجام میده دیگه بذار خب ما توی پکت آی پی لایه آی پی یه سورس و یه دستینیشن داریم یه دستینیشن داریم خب و این میشه لایه آی پی خب و این میشه آی پی ادرس سورس آی پی ادرس دستینیشن آی پی ادرس خب و بعدش توی قسمت بالاتر از یعنی توی قسمت دیگه از پکت یه لایه دیگه یه لایه داریم فرض کنیم که این یو باشه یو خب و این هم بازم یه سورس داره و یه دست داره دستینیشن داره اما این دفعه آیپی آدرس نیست پورته پس اینجا میشه ادرس و اینجا میشه پورت خب یکم اصلا می که و اینجا میشه پوت خب حالا معمولا توی وقتی که یه،, یه ارتباطی برقرار میکنی یه یه مثلا یه پیج رو لود میکنی خب این چهار تا چیز رو نیاز داره که اون پکت رو از سیستم خودتون به سرور و اون مخصوصا اون سرویس که تو اون سرور داره اجرا میشه برسونه مثلا یه وبسایت داریم روی یه سرور فرض کنیم آی پی خب فرض کنیم دستینیشنمون سایتی که میخوایم بهش برسیم آی پی یک یک یک, یک خب و رو پورت هشتاد و ما یه سیستم داریم و ما میخوایم یه پکت برسونیم به اون آی پی یه سوکت باز میکنه فرض کنیم که ما پی هستیم خب. یه سوکت باز میکنیم به این اه, سیستم این وحب. و و پکت که ارسال میشه اون, سو، اون سوکت همه پکت های اون سوکت یه شکلی هستن یعنی آدرس و پورتشون یکیه یعنی این سورس و دستینیشن آی میشه فرض کنیم که این سورسمون 192 سد به و یک ده خوب و این آدرس اینجا خوب مشخصه و پکت همون این شکلی میشه میشه که 192.168.1.10 2 1.1.1.1 و فرض کنید یه پورت معمولا وقتی که این سوکت رو باز میکنن یه پورت خیلی بالا و رندوم انتخاب میکنن یه فرض کنیم که سورس پورتمون پنج و پنج هزار و شیستد و بیست و هفته مثلا همینطوری ولی دستینیشن پورتمون هشتاده خب حالا که اینطوریه میفهمیم که این این, طوری، این به این شکلی پکت ارسال میشه و هر کجای توی اون مسیر اگه اون پکت رو مثلا TCP دامپ گرفتیم یا یه،, یه بررسی میکردیم این شکلی میشه خب میبینیم که از کجا اومده و کجا قرار بره و وقتی که یه پکت میخواد برگرده از اون ور به این ور خب برگرده به سیستم ما اینها رو برعکس میکنه اینا رو مثلا اینا جابجا میکنه این رو میذاری این و برش میکرد اون چیزی که این و هست میذاره اون ور خب همینطور این ور خب این شکلی رو میکنه هر چی که سورس باشه میذاره تو دستینیشن هر چی که تو دستینیشنه میذاره سورس وقتی که میخوای مثلا توی گوگل مپسی یا نمیدونم یه سیستم اون شکلی یه مسیر رو بری و میخوای برگردی خونه اون سورس اند دستینیشن رو جابجا میکنه میگی خب من اینجا وقتی که میخوای شروع کنی وقتی که خونه هست خونه هستی میخوای بری مثلا پارک میگی من میخوام از خونم برم پارک وقتی که پارک رسیدی کار تام شد میخوای بگی من پارک هم میخوام برم خونه اینا همین شکلیه خب پس اینا رو اند... اینا رو توضیح دادم حالا این چیزی که میخوام آه... بعدش توضیح بدم اینه که چجوری چند تا دستگاه توی یک خونه میتونه پشت یک آی پی پابلیک باشه اه... ها امکانش هست لایف تو یوتیوب باشه چون م... نه من یوتیوب رو تنظیم نکردم متاسفانه من نمیتونم لایف بزنم یوتیوب حالا شاید یه روز دیگه ببینم چطور میتونم کار رو بکنم ولی فعلا که فقط رو تویچه Uh, خب برگردیم روی این داشتم میگفتم که یه پکت داریم میره و برمیگرده اما اگه توجه داشته باشین خب من از آن به بعد میگم اون یک 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 هشتاد اسمش رو میذارم uh, SRV برای سرور خب و اینو اینو ور میذارم PC و این رفت و آمد بین سرور و پی خب پی معمولا یه روتر داره خب و فرض کن یه گوشی هم داریم مثلا یه موبایل داریم خب که اینو میذارم فون اینها جفتشون به این روتر وصلن و این روتر یه آی پی داره یه آی پی پابلیک داره اون آی پی 192 168 1 10 آی پی چیزه برای اینجا نشون اون بزن اینو هم میذارم 192 168 10 این آی پی آی پی بهش میگن آر اف سی 1918 خب اینها اگه آر اف سی میگه که این um, این یه آیپی پی و توی پابلیک اینترنت روت نمیشه یعنی اگه یه پکت سرور دریافت کنه که آیپی سورسش 192 168 یک باشه دوباره یعنی ارسالش میکنه یعنی جوابش رو میده ولی اون جوابش به هیچ جا نمیرسه روت نمیشه جایی چون اون آدرس های RFC 1918 روت نمیشن و اون میتونیم آرفسش رو بخونی. اونها آدرس های رزرو هستن برای اینکه یک لند داشته باشی و مثلا نت انجام بدی حالا نت رو توضیح میدم این روتر فرض کنیم که آدرس این اینجاش 192.168.1.1 خب و فرض کنیم که این پی سی آدرسش 192. 168 یک ده و این یکی همونه ولی بیست مثلا خب امیدوارم این بازه باشه اگه سوال داشتین لطفا بپرسین این اینطوری این حالا این ور روته یعنی این سمت لن قرار میگیره خب oh. به میگن لن میشه مثل که این یکم کات آف شده نمیدونم چرا هم. عجیبه ببخشید این سمت این, این بالا میذارمش این آدرس هم این آدرسش اینه و نمیدونم چرا اینطوری شده این میشه لام حالا این ورش میشه وان که میشه پابلیک اینترنت سو یعنی بالا این میشه پابلیک اینترنت حالا این وقتی که میخواد از لند به وند روت بکنه نیاز به یه آی پی پابلیک داره دیگه ما این آی پی این 192 رو داریم ولی نیاز به یه آی پی پابلیک داریم فرض کنید که آی پی پابلیکمون دو نقطه دو, نقطه دو, نقطه دو نقطه خب و این آی پی سرور یک،, یک 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 حالا این قابل راته دو 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 میتونه به یک یک یک, یک راد کنه و یک 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 میتونه به دو 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 راد کنه این کاملا اوکیه این هیچ مشکل اینجا نیست خلاصه که این که اینطوری میتونه رود کنه خود روتر اگه یه کانکشن برقرار رو کنه یه پکت ارسال کنه راحت میتونه بره و بعدش برگرد خب راحت میتونه بره برگرد به روتر میرسه اما اگه پی سی بعدش یه بار سایک کنه یه کانکشن برقرار رو کنه اون بدون نت نمیشه اینطوری پی سی به روتر روت میکنه میگه من میخوام مثلا یه پکت اه... که دستینیشنش یک, یک 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 باشه بازم افتاد از چیز اه... یه پکت میخوام که دستینیشنش اش یک یک, یک 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 باشه خب اما و ولی سورسش 192 168 یک دهه و روتر به کمال میل اینو ارسال میکنه میگه باشه من روت میکنم خب بعدش این پکت به همین شکلی خب میرسه به سرور سرور میگه ها اوکی قبوله من حالا این جوابشو میدم و پکت رو که ارسال میکنم اه دستینیشنش میشه 192 168 1 ولی اون دستینیشن که میخواد ارسال کنه به کجا بره خب نمیدونه کجا بره چون این قابل روت نیست پس نتیجتا ما میخوایم یه راهی داشته باشیم که این پکت که روتر از این پی سی اومده به روتر و روتر بازم ارسال میکنه این ور میخوایم یه راه برگشتش داشته باشیم که حداقل برسه به روتر خب حداقل میخوایم که این برگرده به روتر ولی بعدش روتر نمیدونه چیکار کنه خب حالا بذار اینو الان ریفرش میزنم حالا روتر چیکار کنه ما فرض کن که یه روتریم که میخوایم اینا رو ارسال کنیم خب یه پکت از سمت این یه خط هم اینجا میکشم خب این ور خط میشه لن و این ور خط میشه ون حالا من این ور خط لن یه پکت روتر دریافت میکنه و میگه که من میخوام برم سمت اینترنت و سورس دستم همون طوری که ما گفته بودیم یک 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 خب و دستم اون دستم یک 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 و سورس هم 192 168 یک ده اینو بعدش میگیره روتش میکنه به سمت باید حالا این پکت جوابش اگه این اینا جا به جا بشن سورس دست جا, جا بشه بر نمیگرده به روتر پس روتر چی کار میکنه اینا رو این سورس ادرسش رو سورس سورس رو تغییر میده خب روتر این پکت رو داره ولی از یک یک یکی یک که یک داره رو نگر میداره ولی این سورسش رو رو از 192.168.1.10 عوضش میکنه به چی؟ به آی این روتر پابلیکش دو, 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 دو بود دیگه میذارتش دو دو, دو, دو دو حالا این چیکار میکنه؟ این باعث میشه که پکت برگشت این به این شکل برگرده به شکلی که دستینیشنش خب دی اس تی دو 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 باشه و سورسش این راه برگشتشه سورسش یک 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 باشه خب این برمیگرده به روتر از سمت سرور روتر میگه خب بسیار عالی من یه پکت دارم که من خودم ارسال کرد یا روتش کردم خب و, و حالا نتیجه اون پکت اون درخواست برگشته به من ولی نمیدونه بعدش کار کنه چون اون سورس ادرس رو دیگه نداره سورس ادرس اصلی رو که برسونتش به اون 192 یک ده این تبدیل برگشتش رو نمیتونه انجام بده چون هیچ آگاهی نداره از این هیچی نمیدونه یعنی این وقتی که این کار رو میکنه اگه یه دونه دیوایس تو شبکه باشه میتونی تنظیمش کنی که خب هرچی که برگشت به این شکل رو این پورت مستقیما تبدیلش کن به 192 یک ده ولی خب چون نمیتونی این کار رو بکنی اینطوری نمیشه و میتونیم چند تا دستگاه متفاوت توی لند داشته باشیم این باعث میشه که ندونه نمیتونه این کارو بکنه استاتیک نمیتونه این کارو کنیم اما اگر یه جدولی داشتیم یه جای ذخیره میکرد اون موقع میتونستیم این کارو کنیم خب حالا میرسیم به کانترک این توضیح نت بود Network Address ترنسلیشن یعنی این ترنسلیشن اینوری رو نت انجام میده که حداقل اون پکت رو که ارسال میکنیم برگرده به ما برگرده به روتر ما اما ما میخوایم برگرده به پی سی ما به اون چیزی که تو لنمون قرار گرفته اون پی سی یا گوشی یا هر چیزی این رو میخوایم پس چی جوری؟ ما نیاز به یک جدول داریم یه تیبل داریم خب حالا این تیبل باید چی توش باشه؟ وقتی یه روتر یه پکت رو ترنزلیت میکنه میکنه ادرس نات میکنه باید این رو ام, این پکت رو و اینا این این, این فیلد ها باید این قسمت پکت رو ذخیره کنه یه جایی توی تیبل و بدونه که وقتی که اون پکت به این شکل به شکل ترنزلیت شده و جا به جا شده برمیگرده به چی ترنزلیتش کنه که دوباره ارسالش کرد به سمت پی سی بره مثلا پس این جدول چی توش باید باشه اول این چیز که توش باید باشه پروتوکال خب این جدول اول این چیزی که میذاریم پروتوکال که میذارم پروتو بذار این یکم دوباره دیچ کرده اوکی، این درست شد حالا اولین چیزی که میذاریم تو جدول پرو دومین چیزی که میذاریم تو جدول سورس و دست اینا رو جمع میبندیم آی پی بعدش سورس و دست و اینا رو جمع میبندیم بیذاریم پورت خب حالا اینا رو که داره یه جدول این شکلی داره یه پکت که رد میشه از روتر و روت میشه و نت میشه اینها رو چیزها رو ذخیره میدونه مثلا میگه که خب یه پکت الان رود کردم و نت کردن که تی سی پی بود سورسش دو حالا این یکم جانه میشه ولی خب میتونمش که یک نقطه ده بود دستینیشنش یک 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 بود و سورس پورتش مثلا پنج و شیش هزار 123 بود ولی دستینیشن پورتش 80 بود این کار رو میکنه اما باید یه سری, چیزهای دیگه هم ذخیره کنه به خاطر اینکه ما نمیدونیم که به چی ترنسلیت شده میدونیم که این پکت چه شکلی بوده ولی نمیدونیم که به چی ترنسلیت شده و نتیجتا باید این دایرکشن یعنی مسیر برگشتش رو هم بذاریم تو این تیبل خب که بدونیم دقیقا به چی تبدیل شده حالا قبل از گیرون رو بتون نشون بدم میخوام توی خود لینوکس بتون نشون بدم من روتر خونم یه دستگاه لینوکس خب الان بتون آی پی هاشو نشون میدم مهم نیست که آی پی پابلیک من رو ببینیم آی پی پابلیک من اینه آی پی پرایویت من اینه توی آی روتر سابنت 116 است یعنی هر چی باشه با 10.2 شروع میشه پکت ها خب حالا ما میتونیم بریم ببینیم آیا این کانترکت جدول کانترکت تو لینوکس چیزی توش داره یا نه تا اونجایی که من میدونم باید تو پراک فکر کنم نت و ان اف کانترکت بله ان کانترک باشه و میبینیم که چیز توش داره چیز میز توش هست بذار این رو پایپش کنیم به یه میتونیم بذاریمش که Less این خیلی حجمش زیاده و پر از IPv6 هم هست واسه همین یکم هم ریز،, ریز شده ولی اگه نگاه کنید میبینید که مثلا این یکی این یکی میگه IPv4 TCP هست سورسش این 10.2.128.229 یعنی آی پی تولانه خودمه دستینیشنش او خب, نمیدونم این چیه ولی هرچی باشه تو اینترنت قرار میگیره سورس پورتش 55596 هست دستینیشن پورتش 443 پس این https, HTTPS هست یه وبسایت به احتمال زیاد حالا دوباره سورسو گذاشته یعنی چی چرا سورس رو دوباره گذاشته سورس رو دوباره گذاشته به خاطر اینکه مسیر برگشتش رو هم میذاره توی این اه, چیز توی این جدول که وقتی که بر پکت برگشتش اومد بتونه تشخیصش بده سورسش میذاره 44 240 همون آدرس دستینیشن مونه ولی این دفعه دستینیشنش چیه 2126096097 این آی پی پابلیک روتره و سورس پورتش 443 که همون دستینیشن پورت رفتشه یعنی رفت و برگشتش رو گذاشته و میگه که دستینیشن ادرس برگشتش اینه ولی دست... سورس ادرس سمت ارسالش اینه خب پس نتیجتا وقتی که نت انجام میشه میگه که خب بزار من این پورت این آدرس رو تبدیلش کنم ب... از این به این و دوباره ارسال کنم سمت لحن حالا میتونی این رو همینطوری که گفتم با راک net nf contract درش بیاری چون contract جزء net filter قرار میگیره قبلا در مورد net filter صحبت کردم یا اینکه میتونیم از دستور خود contract استفاده کنیم که این رو به احتمال زیاد تو پکیج contract tools باید بگیریش ولی روی این روتر دارمش کانترکت رو بزنم به من کلی چیز میز نشون میده یوسیج نشون میده ولی این برای من مهم نیست میخوام مستقیما همون خروجی رو ولی به طور این پروگرم نشونتون بدم این یکم تر تمیز این این IPv6 رو نداره این فقط بای دیفالت IPv4 به من داره نشون می میده حالا بذار این رو تو نشون بدم این میگه که یا مثلا این یکی میگه Established این استیت استابلیشد سورس اینه دستینیشن اینه سورس پورت فلان و اینا و این چند تا پورت و اینا ده. استبلیشتش چی بود وقتی که یه پکت ارسال میشه بذار برگردیم به اون چیزی که داشتم میکشیدم این رو دیگر میزنم اینجا هم نمیزنم چرا استابلش باید باشه چون که پس کن این نت یه جورایی یه فایروال هم هست ما یه روتر داریم که میخوایم پس کن این روتره و یه فایروال جورش قرار میگیره و وقتی که میخوایم یه چیزی رو سمت از لم خب پس کنیم پی سی داریم اینجا پی سی میخواید یه چیزی رو ارسال کنه خب میخوایم بره این ور ولی نمیخوایم که هر کسی یه پکت ارسال کنه و از این فایروال رد شه میخوایم که اینجا چیز بشه بلاک بشه خب پس روتر نه فقط تنها فایروال میکنه و کانترکت میکنه اینها رو این انجام میده به خاطر اینکه یا کانترکت انجام میده به خاطر اینکه بتونه به فایروال کمک کنه فایروال این نو no فایروال بهش میگن Stateful firewall. stateful firewall یعنی این کانترکت جدول کانترکت کمک میکنه به فایروال میگه که خب این پکت ارسال شد از پی سی به سمت یه سرور و حالا برگشتش هم داره برمیگرده ولی چون این مچ میکنه توی تیبل کانترکت توی جدول کانترکت میخوایم که این ادامه پیدا کنه و بره به سمت پی سی ولی هر قریبه ای ما نمیخوایم که به راحتی بتونه از این فایروال رد فقط برای کانکشن هایی که از این سمت از سمت لن به وان انجام شده خب ارسال شده این کانشین که برقرار میشه از لند به ون میذاریمش تو استیت established خب میگیم که این این کانکشن به معنی که از این روتر رد بشه میذاریمش تو تیبل تو تیبل و استیتش رو حالتش رو میذاریم established خب میذاریم استبلیشت که بعدش وقتی این برگرده مچ میکنه میگه آها این پکت مال یک کانکشن استبلیشته پس نتش بکنیم بفرستیمش به سمت پی سی این طوریه حالا برگردیم به این تیبل پس نتو بتون نشون دادم. دیت فور فایروال بتون نشون دادم. کانترک رو هم بهتون نشون دادم و نشون دادم که تیبلش چه شکلیه خب نشون دارم که این تو لینوکس هم چجوری میتونی مثلا لیست بگیری از تمام چیزهایی که توی تیبل کانترکته ما میتونیم فیلتر بزنیم میتونیم بزنیم که خب من میخوام چیزهایی که پروتوکلش ICMP باشه و فکر کنم همین نمیدونم حالا میتونیم تو من پیجش هم نگاه کنیم من پیجش این یا هلپش این بالا بود دی, دی دستیشن، یا اورج دستیشن آی پی آی پی پور، برای رپلی دستیشن. جاواش. من میخوام هر چی که دشت دیش یک 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 یک, یک باشه. خوب. اگه نشونتون بدم یتوري، کم زوم بکنیم. هیچ چیزی توش نیست. زرو صف فلو انتریس هابین شون. حالا من اینجا رو لپتاپ خودم یه ping-4 به یک 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 میزنم میزنم یه چند ثانیه بره بعدش قطعش میکنم حالا دوباره این کلیر میزنم و دوباره اجرا میکنم آها خب میبینیم که این این خطه اینجاست خب یعنی از اینجا به بعد نگاه کنیم این خط میگه ICMP بود سورسش 10.2.128.229 پس لابتاپ خودمه خب destination 1111 تایپش 8ه تایپ 8 میشه ICMP echo ایدیش 5 و سورس ادرس این حالا برگشتشه برگشتش سورس ادرسش 1111 و destination حالا پابلیک ای پی خودم پس این پکت آی سی ام پی حتی یه فلو ایجاد شده توی کانترکت ولی اگه دقت کنید هیچ پورتی توش نیست چون آی سی ام پی پورت نداره حالا اگه میخوایم پورت هم ببینیم خب بذار کلیر بزن دوباره اینو ببینیم آیا چیزی اومد پاک شد مثل اینکه یک تایمر داره کانترکت تایمر داره که وقتی که این دیگه ادامه نداره بعد از چند ثانیه دیگه هیچ پکت ندیدیم خب دیگه از کانترکت برش میکنیم دیگه نیستش تو این دیگه, دیگه خیلی زود پر نشه و این تایمر ها این تایم ها میشه تنظیمش کرد میتونی وریبل هست توی سی و توی اه, اه, سودو فاین سیستم لینوکس میتونی این رو تنظیم کنی یه راه دیگه هم هست به جای فقط L برای لیست میتونیم ایونت ها رو ببینیم این اینطوریه میتونم بذار این فیلتر رو بردارم که میتونیم راحت ببینیم ایونتش چه شکلیه خب این هر بار یه پیجی رو لود میکنم یا یه پینگی میزنم یا هر کاری میکنم چیزهای جدید توش میاد مثلا اینجا توی اینور میزنم google.com خب و اینجا پر از چیز شد داره همینطوری میریزه می این رو حالا میبندیم این رو میبندیم حالا این دفعه فیلتر میزنیم برای که برای نه فقط برای آی سی پی ولی کلا برای پکت هایی که یا فلو بهش میگن کانترکت فلو یک کانکشن که یک یک دستینیشنش یک 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 باشه این رو میزنیم هیچ چیزی نشون نمیده چرا؟ بذار الان یه پینگ بزنیم آه، اومد میبینیم که تو لن خودم سیستم های هستن که از یکی یک 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 دارن برای DNS استفاده میکنن پس بزار فیلتر بزنیم اگه بتونیم برای داش پی که دیگه اون یو های DNS نیاد نا 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 نا. و آی سی هم نیاد یک کلیر هم میزنیم دوباره این رو اجرا میکنیم این دفعه از لپتاپ خودم به جای اینکه پینگ بزنم یه کرل میزنم خب من میدونم که اون آدرس DNS برای اون IP 1.1.1.1 خب یه کرل میزنم به اونجا و اومد بالا و این چیکار میکنه؟ این حتی میفهمه که این کانکشن TCP پکت سینش سین پکتش فرستاده شده به سورسش آی پی خودمون دستینیشنش این آن رپلاید آها نه ببخشید این مال هنوز هم مال دی ببخشید این یکی که باید با, با... اه... نه این یکی هم نیست بذار IP... آی پی دیپورت هم بزنیم پس فکر کنم میتونیم دیپورت رو هم مشخص کنیم بذاریمش کانترک uh, رو بزنیم دوباره فیلتر رو ببینیم پورتش uh. hmm. نمیشه مشخص کرد عجیبه مهم نیست ولی نشون داد تو میشه دید اگه آی سیستم خودمون رو در مال سیستم خودم خب از این این یکی آی پی داشت استفاده میکرد میتونیم سورس آی پی رو این بزنیم خب میزنیم و داش اس و این آی پی و الان دیگه اگه کرل بزنم باید بیاد بالا نه این بالا عجیبه ها. بدون اون فیلتر فکر کنم اومد بالا هم. احتمالا به اون آیپی نمیره یا از طریق آیپی بی شیش داره میره این هم احتمالش هست نمیدونم اگه داش فور جواب میده اینجا اگه داش فور جواب میده نمیدونم اگه داش فور کار میکنه ولی به هر حال میتونیم چیزای دی رو ببینیم میتونیم ببینیم که دی داره از این مسیر داره میره و داره بره میره به یک یک یک, یک. حالا من نمیدونم کرل چه که نمیتونم این کار رو انجام بدم ولی باید نشون بدم خب پس کانترکت رو نشون دادم جدول رو نشون دادم استابلیش رو نشون دادم استابلیش که چرا استابلیش داریم و چه چوری به استیت فول فایروال کمک میکنه اینها رو نشون دادم کانترکت توی قسمت کرنل قرار میگیره به اسم نت ولی کانترک و نت توی قسمت از نت نتفل، فیلتر اجرا میشه که نزدیک پری راوتینگه خب من بهتون نشون میدم. نت فیلتر باید بله میبینید اینجا که وقتی یه, یه پکت میاد خب اینجا میره XDP فلان SKB میگیره از TC QDisk QOS رد میشه وقتی که به اینجا رسید میره سمت uh, Bridge ولی ما Bridge نذاریم رو سیستم و بعدش میره تو Net Pre-Routing بعدش میره تو Raw Pre-Routing بعدش میره Contract بعدش میره Mangle Pre-Routing Net Pre-Routing بازم بعدش بریج دیسیژن انجام میشه اگر نمیخواد بره سمت اینپوت که میشه برای سیستم خودت اگر میخواد روت بشه دوباره میره تو فورورد منگل فورورد فیلتر فوروارد نت پست راوتینگ پست نت بعدش دوباره ارسال میشه خب کانترکت اینجا قرار میگیره توی قسمت های پری روتینگ و اینا خب روتینگ اینجا انجام میشه خب روتینگ این طرف ها. یعنی قبل از روتینگ پری روتینگ انجام میشه پس میتونی قبل از اینکه اصلا اگه روتر داری قبل از اینکه روتر تصمیم میگیره که این پکت رو رو کدوم کارت شبکه به کدوم شبکه برسونتش میتونی تغییرش بدی که وقتی که پکت به اونجا رسید میگه ها خب پکت این شکلیه پس اینطوری ارسالش کنم بر اساس این ارسالش خب چون اگه اگه پکت برگشتش هم پابلیک آی پی داشت خب به جای اینکه این روتش کنه به سیستم میگه آه این این برای خودمه این پکت برای خودم و خودش قبولش میکنه اکسپت میکنه مثل که این استریم خیلی زودتر از اون چیزی که میخواستم به یه جایی رسوندمش که دیگه حرف دیگه ندارم برای زدن اگه سوال یه چیزی داشتین الان وقت خوبیه که سوال بپرسین اما دارم میبینم که چت تویچ یه قطع وصل میشه برام نمیدونم موضوعش جریان چیه خب نمیدونم اگه اینترفیس داره من میگه من فقط دو تا بیننده دارم تمگین شد آه. اگه سوال چیز دیگه هست الان وقتش بپرسین اگه نیست پس دیگه زودتر از اون چیزی که انتظار داشتم استریم رو قطع کنم برای اونهایی که به تیونینگ سیستم و اینا علاقه دارن کانترک منابع زیاد میخواد خب و باعث میشه که سی پیو بیشتر استفاده کنه رم بگیره یکم و اگر نیاز به کانترک نداریم اون سیستم هاشم فعالش نکنید حتی حتی میتونم اینو بتون بگم البته نمیدونم که کرنل الان اینطوریه ولی کرنل یه چند سال پیش یادمه اینطوری بود که حتی توی آی پی تیبلز یا این تیبلز کانترکت رو یا نت رو فعال نکنید به هر حال این پکت ها از فانکشن توی کرنل از فانکشن کانترکت رد میشه و درست کاری نمیکنه ولی از اون فانکشن رد میشه و این خودش یکم بیشتر سی مصرف کنه یعنی های برای هر پکت بیشتر پس اگه فرصتش رو داریم که کم، رو کمپایل کنین، کرنل رو دوباره کامپایل کنیم تنز، کانفیگ کرنل رو تغییر بدین میتونین کانترک رو به طور ماجول کامپایلش کنیم به جای اینکه اینکلود بشه جزء خود کرنل باشه به طور ماجول و لودش نکنین یا اینکه اصلا کلا کانترکت رو غیر فعال کنیم تو کانفیگ کرنل که دیگه تو اون کرنل نباشه و اونطوری شبکه سیستم سرعت شبکه توی لینوکس بیشتر میشه آره اینم اینم از این کانترک این جدولی که نشون دادم یه سری محدودیت داره یعنی نمیتونی بی نهایت این جدول رو پر, کنید کنی باید تنظیم کنی این رو و یه وریبل هست یه متغیر هست یه جای دو سیستم دقیقا یادم کجا کجاست میتونی گوگل بزنید برای کانترک لیمیت خب و معمولا این فکر کنم طرف های نمیدونم دیویس هزار تا کانکشن میتونی داشته باشه توی یک دقیقا یادم نمیاد ولی دیفالتش زیاده حالا با این کانترکت ان و بافر uh, بلود و یک کم که کیو بتون نشون دادم فکر کنم بتونیم. یه روتر از یک پای یه رزبری پای یا یه دستگاهی مثل اون بسازین که هم بهینه باشه هم جلوگیری از, از لگ یعنی رفع لگ باشه و آره هم همزمان یاد گرفتیم اگه توی شرکتی باشین که اینترنت میگیرین و نمیدونم پول هنوز هست میتونیم به جای مثلا یه دستگاه میکروتیکی یا یوبیکویتی یا حالا هر چیزی که یه شرکت دیگه ساخته خودتون یه سرور یه چیزی بیاریم بالا و به عنوان یک روتر تنظیمش کنیم درسته یکم برقی بیشتر استفاده میکنه بسته که البته به اون سرور داره درسته که بیشتر برق میخواد درسته که یکم سختره اما اون چیزی که میسازی خیلی بهینه است و خیلی سریعتره و کم لگ رو کم میکنه و قول میدم فیچرهاش از میکروتیکی هر چیز دیگه بیشتره خب مثل که سوال دیگه ای نیست پس یه خدافزی بگم و دیگه شبتون بخیر شب بخیر حمیقی.